گمانه‌زنی های روزنامه های امروز درباره احتمال حمله اسرائیل و اینکه در واقع چه تبعاتی میتونه داشته باشه چی بوده؟ روزنامه همشهری خب از روزنامه های نزدیک به حکومت با طرحی از نتانیاهو در صفحه یک اون رو دست بسته نشون داده، همین تیتر رو هم انتخاب کرده چون روی کرده روزنامه های حکومتی به پاسخ احتمالی اسرائیل اینه که اگر واکنشی نشون بده ما هم شدیدتر دوباره حمله خواهیم کرد و پیرامون حالا قدرت جمهوری اسلامی توان دفاعی خیلی بزرگ نمایی ها شده. حتی روزنامه مثل اعتماد که تا دیروز انتقاد داشت نسبت به اقدام در واقع جمهوری اسلامی و حمله اش به اسرائیل، سعی کرده بنابر اون تذکری که گرفته محتاطانه عمل کنه و با تیتر دست بالای ایران از کارشناسانی در واقع یاد داشت و مصاحبه گرفته که در تایید همون خط مشی رسمی حکومت صحبت کردن و از این حمله جمهوری اسلامی دفاع کردن و این پیغام رو برای جامعه میفرستن که به هیچ عنوان اسرائیل قادر به حمله نیست و ما توان دفاعی بازدارنده‌ای داریم و این فضاسازی و بزرگنمایی از توان دفاعی جمهوری اسلامی در حالیه که همین دیروز مهدی مطهرنیا تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد بود که اتفاقا این بزرگنمایی در خدمت هدف اسرائیل قرار میگیره چون میتونه یک اجماع بین‌المللی به وجود بیاره علیه رژیم جمهوری اسلامی و جده خب... اینکه واقعیت نسبتی نداره. درسته، دقیقا همینطور. مثلا حسین دهباشی دقیقا به خاطر اونچه که نوشته بود که این نمایش جمهوری اسلامی نمایش ناموفق بود و عملا ما رو نگرانتر کرد نسبت به توان دفاعی کشور که واقعا این توان دفاعی خیلی ناچیزه و بابت همین ارزیابیش الان احضار شده به دادگاه. بنابراین این بحث بازدارندگی عملیات جمهوری اسلامی مورد سؤال روزنامه ها بوده. دیدم روزنامه که شهر با یک کارشناسی آقای مرتضی موسوی خلخالی مصاحبه کرده بود و او معتقد بود که اتفاقا ما الان توپ در زمین اسرائیل و اونه که تصمیم میگیره که چه کار کنه. ممنون است همکارمون فرزانه بازپور.